قبیله شمالی بهش میشه گفت ایرانی شما، ایرانی، لطف ایرانی بودن در همینه که آقا این مجموعه دور هم تونسته جمع بشه و با همدیگه هارمونی، حداقل هارمونی رو داشته باشن. فکر کنم تنها کشور دنیا هست که اینطوری هستش، یعنی این حداقلش رو داره. یعنی افتخار ایران تو این تیکش اتفاق هست، نه تو گذشته به اون ترتیب آریایش. من فهم برای سر بیشتر میخوام وارد بشم توش، یعنی اصرار راجع به آریایی بودن، تکلیف اعراب داخل کشور چه میشه، تکلیف نمیتونم مغول های داخل کشور، مثلا ترکمن های داخل کشور چه میشه، همه ایرانی هستن، آریایی هم نیستن. سوال دوم هم این بود که راجع به داخل و خارج کشور مبارزه رو من جغرافیایی نمیدونمش به اون ترتیب که اگر حتما باید در درون کشور باشه تا انجام بشه. من مثال‌های زیادی هست تو دنیا که جنبش هایی از خارج کشور شروع شده و به داخل کشور رفت، تو داستان خمینی و غیره، یعنی پایش در درون کشور هست. من همون اهمیت رو به خارج کشور میدم، همون اهمیت رو در داخل کشور میدم. کوچکترین فرقی نداره، جغرافیایی نیست که اگر در درون باشه درسته، اگر در خارج باشه غلطه، یا اگر در درون نباشه در خارج به هیچ عنوان نباید به وجود بیاد. میکنه اگر جریانات رابط به همه و همون ارزش ها رو دارن. این اشکالی بود که انداختن قبلا که آقا خارجی ها بدن، هنوز هم آدم هایی که از ایران میان حساسیت ها توشون موجوده که آقا به ما چی کار دینن، برای ما نسخه ننویسید غیره و از این صحبت ها. همین بحث ها به این ترتیب این اشکالات وجود میاره. سوال سوم من اصلا دو مرتبه نمیخوام اون بحث رو باز بکنم، بحث اینکه چی بوده، به چه ترتیب بوده، ولی توی جریانات تاریخمون که ما نگاه بکنیم میبینیم که یکی ظلم کرده یکی ظلم نکرده. من دارم اینطوری نگاه میکنم، یا امام حسین بده یا یزید بده. هم امام حسین هم یزید نمیتونه با هم دیگه باشه، یکی یکی رو کشته، یکی یکی رو از بین برده. هم شاه هم مصدق غلطه. بس من اصلا بحثی رو نمیخوام بکنم کدومشون درسته کدومشون غلطه، ولی یکی قاتل یکی مقتوله تو تاریخ. ببین اینا در کنار هم به اون ترتیب جریان رو نبودن. من میگم این رو، این فاصله رو آدم باید بذاره. و آخرین نکته که دارم میگم اینه که بسیار هم استفاده کردم از صحبتاتون، بسیار زیاد، و اینو بگم باز من اینو به عنوان کانون سخن دارم میگم. کانون سخن انواع و اقسام سخنران ها داشته، من جمله آقای آریازاران سخنران کانون سخن بودن. نتیجتا اینه که بازم بوده، شما سخنران های آینده مونم که اگه نگاه بکنید، من کمی تو داستان به اون تحقیق نمیدم، مرگری یا میترائیسم یکیشون در رابطه با پژوهش در تاریخ آذربایجان، یعنی که اختلاف نظر راجع به این ماجرا خیلی زیاده، ولی اینکه این داره صحبت میکنه تو هم اون ور قضیه رو داره صحبت میکنه، نه داستان به اصطلاح استقلال آذربایجان یا بحثایی در رابطه با آذربایجان که موجود است. یعنی میخوام بگم همه نوع جریان تو کانون سخن صحبت شده. لطف کانون سخن هم در همینه که انواع اقسام، در هیئت مدیریت بنده و شهرام با هم دیگه داریم از کار میکنیم، دو تفکر مختلف ولی با نظم و نزدیکی داریم با هم دیگه کار میکنیم. یعنی این کانون سخن هم این کم لطفی رو فقط میخوام بگم. خیلی معذرت میخوام. بسیار متشکرم. من نمیدونم اول برم با آخر یا از آخر به اول. اینه که یادمون نره که خمینی رو رهبر ما کرد. خمینی جنبش انقلابی نبود که از خارج انقلابی رو رهبر کرد رفت به داخل. که من خودم فرزند انقلاب هم میتونم به شما بگم که در ایران ملتی مبارزه کرد، بعد خمینی رو برای ما ساختن. یک ناگهان خمینی که میخواست در کویت بره بمونه، عراق باید بیرونش بکنه، بعد بیاد اینجا ببخشید فکر میکنم پاریس هستن، بیاد پاریس در نسل شاتو بشینه، بعد تمامی رادیو تلویزیون دنیا برن اونجا متمرکز بشن، از خمینی بوت بسازن، و بعد سخنرانی های خمینی با کاست کاریر مشهد، یعنی اون موقع ماهواره نبود، با کاریر میومد به مشهد و از مشهد سخنرانی های خمینی در سطح ایران پخش میشد، حساب شده بود. یعنی خمینی رهبری بود که برای ما ساختن جنبش انقلابی رو، برای اینکه منحرفش بکنن اون رهبری ساخته شد. حالا اینم خودش بحثی داره که بایستی باید روش صحبت کنیم. اما در رابطه با مسئله آریایی که دوست عزیزمون هم بهش اشاره کردن، یادمون نره، من عرض کردم یکی از جزوهای کوچیک من در مورد هویت ملی و همین تاریخ و فرهنگ تمدن آریایی است.
آریایی با ایرانی فرق نداره، شما فرمان ایرانی با ایران هم دید. ایران همون اریان، ایرانه، لهجه آکسان فرق کرده و در همین چارچوب آریایی ما نه دین داریم و نه یک تفکر خاصی. مهر هست، مهربانی است، دوست داشتن، عشق، نژاد نیست، نژاد نیست، در این شکی نیست. ما در ایران هم عرب نداریم، عربیزه شدیم ما. یادتون نره عزیزان من، عرب احترام میدونیم، من زبان عربی فرمودیم بلدم، در میان اونها بودم، خیلی مهمان نواز، دوست خوب، انسان مثل همه انسان های دیگه. ولی یادمون نره عرب در شبه جزیره یک کوچک عربستان سعودی فقط بوده، جای دیگه که عربی نموده. اینا بعد از اسلام حمله کردن، همزمان که حمله میکردن دین جدید میوردن، زبان مردم رو عوض میکردن. اگر ما در خوزستان عربی صحبت میکنم، ملت خوزستان عرب نیستن. اگر در مصر مصری ها عربی صحبت میکنن، اونها فراعنه هستن، عرب نیستن. که آقای روشنزاده مصر تشریف داشتن، تو مصر وقتی مردم عربی حرف میزنن با عربی که تو خلیج فارس هستن فرق میکنه، چون اونا قاف رو نمیتونن بگن، میگن گ، چون اصلا عرب نبودن اینا، با اسلام عرب شدن. سوریه همینطور، عراق همینطور، هر جای دیگه. ایران و ترکیه فقط زبان خودشون رو نگه داشتن و پاکستان بخشید، بقیه زبانشون از بین بود. پس عرب فقط در شبه جزیره عربی بوده و یمن هم تا اون موقع یمن تا آریایا حکومت میکردن. مسئله نژادی نیست، فرهنگیه. مسئله آریا یک مسئله فرهنگیه. ولی من عذر میخوام، این نه که ما جنایت های هیتلر رو داریم با عنوان آریا، این تداعی چون ما شاید چه بسا روش برم فکر کنم یه واژه دیگه رو خلق کنیم به عنوان آریایی، نمیدونم. ولی این رو قاطی نکنیم با هیتلر و مثلا آریا. وقتی ازش صحبت میکنیم از فرهنگ آریایی، اگه صحبت میکنم از یک فرهنگ پربار انسانی و مهر و دوست داشتنی است که 7000 سال قدمت داره، که اسلام اولین شعارش با ترجمه همین واژه آریایی شروع میشه. وقتی شما دارید بسم الله الرحمن الرحیم، این درست ترجمه که کردم برام این است که به نام خداوند بخشنده مهربان. مهربان اصلا در بسم الله الرحمن الرحیم وجود نداره. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی بخشاینده، بخشایشگر، که این معنیش اگه وقتی بکنیم میشه درست اول نیایش های آریایی. برای در این زمینه نمیخوام زیاد صحبت بکنیم دیگه، وقت گرفته میشه، به پای برنامه رسیدیم. ولی اصلا مسئله نژادی در رابطه با فرهنگاری وقتی صحبت میکنیم نیست و در ایران همه رنگ ها و قوم هایی که وجود دارن، همه اینها همونطور که عرض کردم اقوام و هستن، اقوامی هستن که وابسته به ملت آریا هستن. بعد یک نکته که در پایان فرمودید که یا یارو حسینی یا یزیدی، همین اصل قضیه است که در فلسفه دو تا بینش هست، یکی که کفر و ایمان، یکی میگن یا کافر یا مؤمنه. ولی من معتقدم خیلی از فارسیان در تو تاریخ معتقد بودن که وسط همه کسی هست، وسط همه چیزی هست. رنگی که دوست از من گفتن بعضی وقتا نه سیاهی نه سفید، خاکستری وجود داره. حالا یک نمونه کوچیک چون صحبت امام حسین و یزید شد، من میدم برای حسن ختام این مجلس که بدونیم همیشه نمیتونیم ما بگیم یا حسینی یا یزیدی. نه، آقا یزید وقتی که امام حسین کشته میشه، چون میدونی که تخصصهای منم اسلام شناسی است، وقتی امام حسین کشته میشه فرزندانش رو میارن پیش یزید. در تاریخ طبری و ابن هشام نوشته شده، طبری خودش هم شیعه است، این یزید میاد نوحه میخونه، گریه میکنه و پوزش میخواد از فرزند امام حسین، میگه ببخش ما رو پسرم جان که این پدر سوخته بیشرف اومد شما رو قتل عام کرد، کشت. این به من نگفت، اگر به من میگفت من نمیذاشتم. و خیلی ناراحت میشه یزید وقتی که آخرین شماره که آریانالش میخواست در بیاره این مسئله رو قرار بود توش بذاره. حالا روی اونم شاید با هم صحبت کرده بودیم، مطلب من بهشون داده بودم، قرار بود این گذاشته بشه و در بیاد. بعد میگه که آره پوزش میخواد یزید، میگه ما خیلی بد کردیم، گریه میکنه، میگه این زینب رو بهش پول بدین، امکانات بدین، بین علی همینطور فرزند حسین. خب اینجا علی فرزند حسین، علی ابن حسین باید پاشه بگه آفرین متشکرم، پس بده اونا رو گردن بزنن، بده اونا رو بکشن. میدونیم که این کار نمیکنه، مختار میاد بعد اینا رو میکشه. میدونیم چی میگه فرزند خود امام حسین، فرزند خود مقتول، میگه نه پسر عمه، واژه پسر عمه است، نه اینکه یزید جنایتکار تبهکار. میگه که آبا پسرم جون تقصیر تو نبودی، خواست خدا بود. شروع میکنه به خوندن آیات قرآن که هر چی پیش میاد خواست خداست و تو بی تقصیری و تو نباید گریه بکنی، تو دلداریش میده. حسین علی فرزند حسین یزید رو دلداری میده، اینا رو
چون ما همیشه یک نوع تاریخ خوندیم، تاریخ حسینی رو منبر شنیدیم، اینو ممنوع بود از اینکه تو نباید بخونی. مثلا اون جریان رضا شاه که تا 500 سال دیگه میام صحبت کنم، میگن آقا رضا شاه خائن بود، خدمت کرده بود. شما میگم باید بریم تاریخ رو بخونیم، مطالعه بکنیم. استعمار اگه بود جریان امام حسین از این مهم‌تر نیست که شما این کتاب تاریخی میخونید، میبینن خود یارو خود طرف اومده و تبرئه کرده یزید رو و بعد یک کسی دیگه میدونیدم که با عزت احترام یزید اینا رو میفرسته خونه. پس یادمون نره در زندگی سیاه و سفید هست، ولی وسطش یه رنگ دیگه است، کافر و مؤمن هست، ولی وسطش یه چیز دیگه هست، خط سومی وجود داره. برای همین که ما با دیالوگ، من خیلی متشکرم و مفتخر هستم که بالا دوستم مارشال منش و کانون سخن امشب در خدمت شما بودن. از همه شما سپاسگزارم که باید در این بارانی که میومد سیلاسا بود از راه دور تشریف آوردن. همتون میبوسم، متشکرم و بیاموزیم که آزادی یعنی دیگری تحمل عقیده مخالف گوش کنیم و اطلاعات خودمون رو تقویت کنیم، مطالعات خودمون رو گسترده کنیم، در یک زمینه فقط تجربهش نکنیم. همتون میبوسم، شب برنامه خوش. درود بر شما. بسیار ممنون از مجموع بودن فقط شده یک ساعتی